دوستان عزیز ایمانداران سلام عرض میکنم خدمت همه شما به برنامه از من تعلیم یابید خوش آمدید خداوند رو دوباره شکر و سپاس میگیم برای یه فرصت و خداوند این عطیه رو به ما داده که بتونیم کلامش رو باز کنیم و لذت ببریم از کلامش بتونیم بیشتر خداوندمون عیسی مسیح رو بشناسیم و هللیا میگیم به عیسی مسیح که فدی گناهان شد روی صلیب مجازاتی که ما باید تا ابد متحمل می شدیم عیسی مسیح تحمل کرد و شد منجی ما و نجات دهنده دنیا و می تونه منجی همه انسان ها بشه اگر بخواین اگر این کسایی که مخصوصا این برنامه رو می بینند و مسیح رو و مطمئن نیستن که برن بهشت میتونن همین امروز زانو بزنن بگن که عیسی مسیح من ایمان دارم که تو برای من مردی روی صلیب و فدیه من شدی منو نجات بده به همین سادگی عیسی مسیح نجاتتون خواهد داد و شما رو فرزند خودش خواهد کرد و خداوند راه سخت نذاشته برای ما تا بتونیم نجات پیدا کنیم و بریم بهشت خداوند بی نهایت خدای مهربون پدر مهربونه و راه آسونه برای ما گذاشته یعنی خودش تمام کارهای سخت رو انجام داده کار آسونه برای ما باقی گذاشته که فقط بهش ایمان بیاریم تا بتونیم نجات پیدا کنیم دوستان بیایید قبل از شروع دعا کنیم و از خداوند بخوایم که این برنامه رو برکت بده و بعد شروع کنیم بیا دعا کنیم ای خداوند ای عیسی مسیح تو رو شکر می‌کنیم برای ای که روی صلیب برای ما انسانها و برای جهانیان دادی و خداوند تو شدی منجی ما بعد از سه روز از مردگان زنده شدی و روزی میاد که همه ما را از مردگان زنده خواهی کرد خداوند این برنامه رو خودت به عهده بگیر و در دست بگیر خودت هدایت کن و خداوند به من برکت بده به من قوت و حکمت بده تا بتونم با اراده تو و با قوت تو بتونم کلام تو تعلیم بدم و کمک کن که این بیننده ها و شنوندگان رو خداوند گمراه نکنم بلکه با کلامت خداوند رو بتونم تعلیم بدم چون کلام تو زنده است و خداوند کلام تو هستش که ما رو نجات میده موقعی که بهش ایمان میاریم دعا میکنم که برکت بدی این لحظه رو در نام عیسی مسیح آمین اوکی okay, درس امروز درس 56 آخرین درس کتاب از من تعلیم یابید و رسیدیم به تصویر دیگه ای که هستش دانیال باب هفت که عکس اگه نگاه کنید تو این کتابات عکس چهار تا هستش که رویای دانیال نبی هستش در باب هفت در کتاب دانیال نبی باب هفتش رو میخونیم که میبینیم دانیال نبی که همون دانیالی هستش که مقبرش توی شوش ایرانه ایشون یه یهودی یه بودن و مثل همه پیامبرا ایشون هم یهودی یه بود ولی در این زمانی که کتاب دانیال نوشت در بابل به اسارت رفته بود چون بابلیان در 606 قبل از میلاد اومدن تصرف کردن اورشلیم و در 586 قبل از میلاد کلا یهودیان رو به اسارت بردن و شهر رو تصرف کردند و اسرائیل اونجا خیلی از یهودیان به اسارت رفتن و دانیال هم در میان اسیران بود که رفت توی کشور بابل که عراق کنونی باشه و اونجا در اسارت به سر می برد که این رویا رو دید و توی این رویا می بینیم که شش تا پادشاهی و دانیال نبی دید شش تا پادشاهی که چهار تاش پادشاهی انسانی انسان ها میان پادشاهی میکنن در کل جهان و پنجمین پادشاهی پادشاهی شیطانه و به رهبری دجال یا وحش هدایت خواهد شد و ششمین پادشاهی پادشاهی مسیح که میاد روی زمین و عیسی مسیح پادشاه کل دنیا خواهد شد که اینو میخوایم ببینیم که دانیال نبی چه رویایی دید و میخوایم رویاش امروز نگاه کنیم و در آیه یک تا دو رو میخونیم باب دانیال باب هفت آیه یک و دو میگه در سال اول بلشسر پادشاه بابل دانیال در بسترش خوابی و رویاهای سرش را دید پس در سال اول بلشسر بلشسر پادشاه بابل بود آخرین پادشاه های بابل بود که دانیال اونجا در بسترش خواب بود و رویا دید آیه دومیه پس دانیال متکلم شده گفت شب... شبگاهان در عالم رویا شده دیدم که ناگاه چهار باد آسمان بر روی دریای عظیم تاختند گفت چهار باد آسمان بر روی دریای عظیم تاختند دریا در کتاب مقدس سمبل امت هاست سمبل که در مکاشفه باب 17 آیه 15 به عنوان مثال اگر باز کنید کتاب مکاشفه رو که کتاب مقدس خودش تفسیر میکنه بهترین مفسر آیه های کتاب مادس خود کتاب مادسه و من مفسر کتاب مادس نیستم خود کتاب مادس میتونه تفسیر کنه کلام خدا رو در مکاشفه باب 17 آیه 15 میخونیم میگه و مرا میگوید آبهایی که دیدی آنجایی که فاحشه نشسته است قومها و جماعتها و امتها و زبان ها میباشد یه آبی که میبینی دریایی که میبینی قومها و جماعتها و امتها و زبان ها میباشد پس دریا سمبل انسان هاست و جماعتها و کل دنیاست که منظورش اینه که پادشاه این رویایی که دید دانیال نبی دید که پادشاهان میان ظهور پیدا می کنند اینا از زمین ظهور خواهند کرد و پادشاهان زمینی پادشاهان دنیوی خواهند بود و پادشاهان دنیوی پادشاه های خوبی نیستند اکثرا دنبال مقام و شهرت و پول هستند و میخوان که برای خودشون سمتی داشته باشند و کمتر به فکر مردم هستند ولی سلطنتی که عیسی مسیح خواهد داشت و روی زمین خواهد آورد سلطنت عدل و انصاف خواهد بود و سلطنتی هستش که عیسی مسیح میاد خدمت کنه به ما انسان ها پس امتها با زور و جنگ میخوان سرنوشت خود را تعیین کنند اما نمیدانند که این خداوند است که بر امور انسان ها مسلطه و بر جهان سلطنت میکنه در دانیال باب چهار آیه سی و دو میخونیم که این خداوند بر همه چیز مسلط آیه سی و میگه و تو را از میان مردم خواهند ران و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان الف خواهند خورانید و هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی میکند و آن را به هر که میخواهد میدهد دانیال این پیشگویی رو به, به پادشاه نبوکد نظر گفت گفت خداوند تو رو مجازات خواهد کرد تا بدونی که حضرت متعال یعنی خداوند بر ممالک آدمیان حکمرانی میکنه و آن را به هر که میخواهد میدهد پس خداونده که به انسان ها پادشاهی رو میده و میبینیم می در فرشته به دانیال فرمود که چهار حیوان وحش حیوان وحشی چهار پادشاه هستند که نمایندگی چهار سلطنت مختلف هستند در جهان دانیال باب هفت آیه هیفده ها اگه بخونیم که کتاب مقدس فرموده آیه هیفده میگه که این وحوش عظیمی که عدد ایشان چهار است چهار پادشاه میباشند که از زمین خواهند برخواست فرشته به دانیال گفت دانیال رویا را رو دید خواب و دید و ندونست تعبیرش چیه تفسیرش را ندونست و فرشته اومد گفت تفسیرش اینه که چهار حیوانی که دیدی چهار پادشاه هستند که از زمین خواهند برخواست یعنی پادشاهان زمینی هستند پس اینو بدونیم که این چهار تا حیوانی که الان میخوایم بخونیم یکی یکی نگاه کنیم چهار تا پادشاه هستند پس خواب دانیال در باب هفت درست همانند همان خوابی هست که نبوکت نظر در باب دوی دانیال دید که هفته آینده اینو خواهیم خوند باب دو دانیال رو خواهیم خوند که نبوکت نظر این سری رویا دید و در رویای مجسمه رو دید که از فلزای مختلف تشکیل شده بود که همین تعبیرش و تفسیرش همینه که این مجسمه نماد سلطنت زمینی انسان هاست و همونطور که دانیال نبی این رویا رو دید که چهار تا حیوان از دید که چهار تا حیوان هستن که اومدن سلطنت کردن و نبوکد نظر یه مجسمه رو دید چرا؟ چون به نظر انسان ها حکومت انسانی، پادشاهان زمینی بسیار ارزشمنده چون مجسمه ای که هفته آینده خواهیم دید مجسمه از سر تلایی بود نمیدونم سیناهای های برونزی و نقره بود و بسیار بزرگ بود مجسمه و در نظر انسان ها پرشکوه پرجلاله یعنی پادشاهه پادشاهی زمین در, در نظر انسان ها بسیار پرجلال جلال استش اما دانیال نبی در باب هفت می بینیم که همون خواب و دید همون خواب و دید به شکل حیوان دید که چهار تا حیوان هستند، یعنی در نظر خداوند پادشاهی زمینی پادشاهان که میخوان سلطنت کنند حیوانه یعنی در نظر خداوند به صورت حیوان وحشی هستن که انسان ها همدیگر رو میدرند و میخورند و ظلم می کنند پادشاهان بسیاری هستند که به قوم خودشون به مردم خودشون ظلم و ستم می کنند و در نظر خداوند پادشاهان زمینی مثل حیوان وحشی میمونند اما در نظر انسان ها مجسمه بزرگ بسیار پرشکوه و پرجلال هستش و وحش اول میخوام ببینیم یا حیوان اول پس اولین حیوانی که میبینیم در آیه سه و چهار رو میخونیم میگه و چهار وحش بزرگ که مخالف یکدیگر بودن از دریا بیرون آمدن دانیال داره رویاشو الان توصیف میکنه میگه دیدم که چهار وحش بزرگ چهار حیوان بزرگ دیدم که از از دریا بیرون آمدن آیه چهار میگه اول آنها مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت و من نظر کردم تا بالهایش کنده گردید و او از زمین برداشته شده بر پایهای خود مثل انسان قرار داده گشت و دل انسان به او داده شد در عکس ببینید عکس شیر استش که بالهای اقاب داره که این سمبل پادشاهی بابلیانه و بابلیان سمبلشون هم شیر بود و هم اقاب در ارمیا باب چهار آیه هفت میخونیم اینا سمبل بابلیان شیر بود و همچنین اقاب بود پس شیری که میگه از زمین برداشته شد و بر پاهای خود ایستاد و دل انسان به او داده شد منظورش اینه که این بابلیان شیر یعنی همین بابلیان است. این حیوان اولی که دید شیر بود و بال عقاب داشت و حتی در حکومت بابلیان میخونید یا میبینید در کتیبا حتی هنوز باقی است که عکس شیر هستش و بالهای عقاب داره که پر داره در بسیاری از کتیبه ها و اکسا دیده شده این اکسی ای از بابلیان به جا مونده و شیر میگه دیدم بلند شد و سر پای استاد و دل انسان به او داده شد یعنی شیری که وحشیه یهو دل انسان داشته باشه یعنی فروتن بشه که این تفسیرش اینه که نبوکد نظر که پادشاه بابل شد اومد بر تمامی دنیا سلطنت کرد بسیار قدرتمند مثل شیر قدرتمند شد و بر همه دنیا سلطنت کرد اما خداوند میگه دل انسان به خداوند فروتنش کرد چون یه روزی متکبر شد اومد سر ایوون خونش وایستاده بود یه هو نگاه کرد به سلطنت خودش گفت این سلطنت رو من با بازوهای خودم به دست آوردم ببین چه سلطنتی دارم اما از آسمان صدایی در رسید که گفت گفت که در آیه باب چهار آیه سی و دو خوندیم که میگه و تو را از میان مردم خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید و هفت زمان بر تو خواهد گذشت یعنی هفت سال بر تو خواهد گذشت که مثل گاو علف خواهی خورد چون بر علیه خداوند متکبرانه حرف زد مغرور شد و نفهمید که خداوندی که بهش پادشاهی داده فکر کرد که خودش این پادشاهی رو به دست آورده اون موقع خداوند تنبیهش کرد مجازاتش کرد و فروتنش کرد و مثل گاو رفت توی صحرا علف میخورد فروتنش کرد منظورش اینه که میگه به صورت شیر سرپا ایستاد و دل انسان به او داده شد یعنی خداوند فروتنش کرد متواضعش کرد و در ادامه آیه میخونیم که که در وحش دوم ببینیم رویایی که دانیال دید حیوان دوم رو در باب هفت آیه پنجش میکنیم میگه و اینک وحش دوم دیگر مثل خرس بود و بر یک طرف خود بلند شد و در دهانش در میان دندانهایش سه دنده بود و وی را چنین گفتند برخیز و گوشت بسیار بخور پس وحش دوم یا حیوان دوم خرس بود که در رویای خودش دانیال دید و دید که خرس بر یک طرف خود بلند شد این خرس پادشاهی مادها و ها بود که به رهبری کوروش کوروش کبیر اومد در 536 قبل از میلاد حمله کرد و بابلیان را شکست داد و سلطنت تمامی جهان را به دست گرفت و میگه این خرس دیدم به یه طرف خودش بلند شد یعنی طرف یه طرفش ضعیف بود نمیتونست بلند بشه به طرف دیگه تکیه میداد بلند میشد یعنی یه طرفش ضعیف بود یه طرفش قوی بود و مات ها ضعیف بودند اما پارس ها به رهبری کوروش بسیار قوی بودند پس مات ها و پارس ها هستش که پا، پارس, ها. پارس ها, بسیار زورمند بودند که میگه دیدم که این خرس چیکار کرد میگه در دهانش در میان دندان سه دنده بود و وی را چنین گفت برخیز و گوشت بسیار بخور گوشت بسیار بخور یعنی کوروش اومد گوشت انسان ها گوشت پادشاهان را خورد حمله کرد به تمامی نقاط جهان و بر دنیای باستان سلطنت کرد بسیاری از کشورها را شکست داد هند و پاکستان و نمیدونم افغانستان بسیاری از کشورها را شکست داد و خورد گوشتشون رو. یعنی شکستشون داد منظورش اینه که سه دنده در دهان خرس سه کشور یعنی بابل مصر و لیدیا بود که شکست داد کوروش کبیر این سه تا کشور رو و سلطنت کرد پس بعد از بابل ایرانیان حکومت کردن بر دنیای باستان و بعد از ایران چه اتفاقی افتاد یعنی حیوان سوم که در رویای خودش دانیال اینودی در آیه 6 می‌خونیم میگه بعد از آن نگریستم دوباره توی رویاش دید که حیوان سوم اومد میگه بعد از آن نگریستم و اینک دیگری مثل پنگ بود پلنگ بود ببخشید میگه دیگری مثل پلنگ بود که بر پشتش چهار بال مرغ داشت و این وش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شد عکس پلنگ استش که چهار تا بال مرغ داشت که این هم پلنگ نماینده اسکندر مقدونی همونطور که پلنگ بسیار سرعت داره با سرعت میدوه اسکندر به سرعت زیاد اومد کوروش و سری در هشت روز شکست داد و حمله کرد به تمامی دنیا حمله کرد یکی ممالک و یکی پس از دیگری شکست داد و بسیار قدرتمند شد و بر تمامی دنیای باستان سلطنت کرد در 323 قبل از میلاد زمانی که کوروش رو شکست داد و میگه چهار این ور چهار سر داشت که در دانیال باب هشت هشتم اومده که چهار تا سر داشت یعنی بعد از مرگ اسکندر مقدونی اسکندر انقدر مشروب خورد الکل خورد که باعث شد که بمیره به خاطر خوردن زیاد الکل مرد و بعد از مرگش میگه چهار تا سر داشت منظورش چهار تا جنرال بعد از اسکندر تونستن سلطنت کنند حکومت یونان رو به دست گرفتند و بر تمامی دنیا سلطنت کردند که اولین جنرال تولمی بر فلسطین و مصر سلطنت کرد دومین جنرال سلیکوس بود که بر سوریه حکومت کرد سومینش لی، لیسی ماکوس بر آسیای صغیر حکومت کرد و چهارمینش انتیپاس و لسکندر بود که حاکمان مقدونیه و یونان شدن این دوتا آنتیپاس و سکندر و این چهار تا جنرال بودن که میگه چهار تا سر داشت این پلنگ یعنی اسکندر مقدونی خود پلنگ بود چهار تا سر چهار تا بال منظورش چهار تا جنرال بود که بعد از مرگ اسکندر تونستند حکومت کنند و چهارمین حیوانی که در رویای خودش دانیال دید در آیه هفت میخونیم میگه بعد از آن در رویاهای شب نظر کردم و اینک وحش چهارم که هولناک و مهیب و بسیار زورآور بود پس حیوان چهارم حی... حیوان هولناک و مهیب بود و بسیار زورآور و دندانهای بزرگ آهنین داشت و باقیمانده را میخورد و پاره پاره می کرد و به پایهای خیش پایمال می و مخالف همه وحوشی که قبل از او بودند بود و ده شاخ داشت حیوان چهارم که هولناک و محیب بود که امپراتوری روم استش که در سال 63 قبل از میلاد حمله کردند یونانیان رو شکست دادند و انقدر پرزور بودند روم رومیان که برای همین میگه هولناک و محیب بودند و بسیار زورمند بودند که بر تمامی کشورها حمله کردند شکست دادند و امپراتوری خودشون را در جهان برقرار کردند لشکر رومیان دنیای باستان را جارو کردند یعنی در واقع ها مملکت ها را یکی پس از دیگری تصرف کردند و امپراتوری خودشون را از شرق از اقیانوس آتلانتیک تا به دریای خزر و از شمال شمال آفریقا تا به سمت شمال تا رود راین و دانوب گسترش دادند بسیار گسترش پیدا کرد امپراتوری روم و مصر و فلسطین و سوریه نیز حتی در تحت سلطنت رومیان قرار گرفتن این ستا کشور و میگه حیوان چهارم دیدم ده شاخ داشت شاخ در کتاب مقدس سمبل قدرت سمبل حاکمیت و قدرت پادشاهی است در اول سمویل باب دعایی ده میخونیم و پس می‌بینیم که دانیال این چهار تا حیوان رو دید این چهار تا حیوان نماینده چهار تا پادشاهی هستند که پادشاهان زمینی هستند که اینا اومدن یکی پس از دیگری اول بابلیان اومد، اومدن سلطنت کردند بعد از بابل کوروش ایرانی ها اومدن به رهبری کوروش بابلیان رو شکست دادن و ایرانیا سلطنت کردن از 536 قبل از میلاد تا 300 و 323 قبل از میلاد و در 323 قبل از میلاد اسکندر مقدونی اومد و ایرانیان را شکست داد و اینا هم سلطنت کردند بر کل دنیا تا 167 قبل از میلاد و بعد رومیان چهارمین حیوان یا چهارمین پادشاهی بود که اومدن سلطنت کردند و تا به امروز سلطنت رومیان ادامه داره و پنجمین پادشاهی که دانیال در رویای خودش دید پادشاهی شیطانه پادشاهی شیطان در آیه هفت آخر آیه هفت و هشت رو میخونیم میگه که و وحشی که قبل از او بودن بود و ده شاخ داشت ده شاخ داشت و پس در این شاخ ها تعمل می نمودم که اینک از میان آنها شاخ کوچک دیگری برآمد و پیش رویش سه شاخ از آن شاخ های اول از ریشه کنده شد و اینک این شاخ چشمانی مانند چشم انسان و دهانی که به سخنان تکبرآمیز متکلم بود داشت ده شاخ میگه ده شاخ نماینده امپراتوری رومه که در آخر دوره امتها خواهد بود یعنی درست قبل از اینکه عیسی مسیح بازگشت کنه در آخر امپراتوری روم ده تا شاخ یعنی ده تا پادشاه که ده تا پادشاهی اتحادیه اروپا خواهد بود که از اون ده تا پادشاهی اتحادیه اروپا شاخ کوچک میگه دیدم شاخ کوچک همون دجال یا وحش هستش که در باب سیزده مکاشفه یوحنا توصیفش کرده که دجال ظهور خواهد کرد و ایشون میاد که رهبر دنیا بشه و از امپراتوری روم از 167 قبل از میلاد پس شروع شد و تا هفت سال مصیبت ادامه خواهد داشت و در آخر اون امپراتوری روم همونطور که گفتم ده تا پادشاهی ده تا شاخ یعنی ده تا پادشاهی که در هفت سال مصیبت ظهور خواهند کرد ده تا پادشاهی اتحادیه اروپا و از اون هم دجال ظهور خواهد کرد که ده تا پادشاهی اتحادیه اروپا دجال رو معرفی خواهند کرد که این شخص میاد که رهبر کل دنیا بشه و این دجال میاد سه تا پادشاهان رو شکست خواهد داد و سه تا پادشاهان که شکست داد اون موقع میتونه هر کاری که انجام بده بخواد انجام میده میگی در آیه هشت می پیش رویش سه شاخ از آن شاخهای اول از ریشه کنده شد سه شاخ کنده شد یعنی دجال اومد سه تا شاخ یعنی سه تا پادشاهی سه تا کشور حالا چه ش... کشوری استش ما نمیدونیم ولی دجال اون سه تا کشور سه تا ابرقدرت رو شکست خواهد داد اون موقع هر کاری که بخواد انجام خواهد داد و هر کاری که نقشه ای که شیطان براش داشته باشه انجام خواهد داد دجال که در دانیال باب 9 آیه 27 میخونیم که دجال موقعی که ظهور پیدا میکنه در اوایل هفت سال مصیبت یعنی درست قبل بعد از اینکه کل... کلیسا رو شد یعنی ایماندارن از زمین رو شدن رفتن آسمان دجال ظهور خواهد یافت از اتحادیه اروپا و موافقتنامه موافقت نامه و عهدنامه با اسرائیل خواهد نوشت عهدنامه صلح و به اسرائیلیان و یهودیان اجازه خواهد داد که معبد و بازسازی کنند در اورشلیم و قربانی بگذرانند و اینا این کار رو خواهند کرد در دانیال باب نه آیه 27 اینو میخونیم میگه و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت یک هفته هفته یهودیان یه هفت ساله میگه او یعنی دجال با اشخاص بسیار در یک هفته یعنی هفت سال عهد را استوار خواهد ساخت یعنی عهد خواهد بست و در نصف آن هفته یعنی در نصف آن هفت سال یعنی بعد از سه و نیم سال چه خواهد افتاد می در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره رجاسات خراب خواهد آمد و ال نهایت آن چه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد یعنی دجال میاد بعد از سه و نیم سال موقعی که روسیه با همراهی ایران و ترکیه و لیبی و سودان که میخوان حمله کنند به اسرائیل اونجا با دخالت خداوند روسیه و ایران و ترکیه اینا شکست خواهند خورد و دجال اون موقع وارد اورشلیم خواهد شد و تصویر و مجسمه زنده خودش رو در معبد خدا، خداوند قرار خواهد داد و همه انسانها را مجبور خواهد کرد که دجال رو پرستش کنند مجسمه‌اش رو پرستش کنند و اگه کسی پرستش نکنه کشته خواهد شد و یعنی شیطان بهش قدرت خواهد داد و این دجال میاد از سخنانی که خواهد زد مردم را فریب خواهد داد سخنان بسیار متکبر و کبرامیز خواهد گفت و خودش را تبلیغ خواهد کرد و مردم بهش ایمان خواهند آورد عیسی مسیح به یهودیان گفت گفت من به نام پدر آمدم ولی شما مرا نپذیرفتید اما کسی که بعد از من میاد کسی که به اسم خودش میاد بعد از من او را خواهید پذیرفت کسی که به اسم خودش خواهد آمد یعنی در آینده کسی خواهد آمد به اسم خودش نه به اسم خدا او را خواهید پذیرفت که یهودیان دجال رو به عنوان مسیح موعود خواهند پذیرفت و... و بهش ایمان خواهند آورد ولی بعد از و نیم سال که دجال بر یهودیان رو آزار خواهد داد شکنجه خواهد داد اون موقع یهودیان خواهند فهمید که اشتباه کردند این همون مسیح موعود نبوده دجال و پس این دجال رهبر جهان خواهد بود اقتصاد تمام جهان را به دست خواهد گرفت و کنترل خواهد کرد و مذاهب جهان را کنترل خواهد کرد یه مذهب خواهد بود در جهان و یه اقتصاد یه واحد پول خواهد بود همه دنیا یه واحد پول خواهند داشت به رهبری دجال که میاد میخواد که اقتصاد دنیا رو رونق بده و مذهب رو میخواد این همه درگیری هستش بین مذاهب میخواد یه مذهب رو بیاره که همه باید دجال رو پرستش کنند اینه که پنجمین پادشاهی پس پادشاهی شیطانه که شیطان میاد دجال رو اونجا قرار میده توی اورشلیم که بخواد بر تمامی جهان سلطنت کنه و پادشاهی شیشمی که در رویای خودش دید دانیال نبی پادشاهی عیسی مسیحه پادشاهی عیسی مسیح در آیه 9 میخونیم میگه و نظر میکردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود قدیم الایام یعنی کسی که عمرش از قدیم الایام بوده یعنی خداوند خدای ازلی که قدیم الایامه میگه دیدم جلوس فرمود یعنی نشست و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعله های آتش و چرخ های آن آتش آتش ملتهب بود نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون آمد هزاران هزار او را خدمت می کردند دید که پادشاهی عیسی مسیحی که دید که عیسی مسیح برگشته و کرسی خودش قرار داده روی زمین و نشسته بر کرسی سلطنت خودش و دید که هزاران هزار او را خدمت می کردند یعنی مسیحیان کسایی که ایمان آوردن بهش دیدن که عیسی مسیح عبادت و خدمت میکنند و کررورها کررور به حضور وی ایستاده بودند دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید آنگاه نظر کردم در رویای خودش دانیال میگه می نظر کردم به سبب سخنان تکبرامیزی که آن شاخ میگفت یعنی اون می میگفت پس نگریستم تا آن وحش کشته شد و جسد او هلاک گردیده به آتش مشتعل تسلیم شد یهو دیدم که دجال رفت توی جهنم توی آتیش سوخت اما سایر وحوش سلطنت را از ایشان گرفتند یعنی خداوند میاد سلطنت انسان را ازش خواهند گرفت یه لاکن درازی عمر تا زمانی و وقتی به ایشان داده شد و در رویای شب نگریستن و اینک مثل پسر انسان این کی هستش میگه دیدم مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردن و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد ما میگیم ای پدر آسمانی نام تو مقدس باد پادشاهی تو بیاید منظور از این که میگیم پادشاهی تو بیاید میگه خداوندا برگرد و پادشاهی کن این استش که عیسی مسیح که میاد پادشاهی خواهد کرد میگه دیدم و دیدم میگه سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد یعنی عیسی مسیح که ملکوت به او داده خواهد شد پادشاهی خواهد کرد می تا جمیع قوم ها و امت ها و زبان ها او را خدمت نمایند جمعی قوم ها نه فقط یک کشور یک قوم همه دنیا او را خدمت خواهند کرد سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد اما روح من دانیال در جسدم مدهوش شد و رویای سرم مرا مسترب ساخت موقعی که دانیال توی رویاش این رویای رو دید مسترب شد ترسید و نمیدونست که این چه معنی داره و به یکی از حاضری نزدیک شده حقیقت این همه امور رو از وی پرسیدم یعنی یکی از فرشتگان رو گفت به من بگو که این رویا تعبیرش و تفسیرش چی هست به من بگو من بسیار مضطرب هستم و او به من تکلم نموده تفسیر،, تفسیر, امور را برای من بیان کرد که این وحوش عظیمی که عدد ایشان چهار است چهار پادشاه می باشند که از زمین خواهند برخواست اما مقدسان حضرت اعلا سلطنت را خواهند یافت مقدسان حضرت اعلا یعنی مقدسان خدا یعنی ایماندارانی که به عیسی مسیح ایمان, ایمان آوردند میگه آنها سلطنت را خواهند یافت پس همونطوری که عیسی مسیح گفت میه ما ایمانداران سلطنت خواهیم کرد همراه عیسی مسیح و مملکت را تا به ابد و تا ابد آباد متصرف خواهند بود یعنی ما تا ابد آباد سلطنت خواهیم کرد آیه 26 تا 27 هم میخونم میگه پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته آن را تا به انتها تباه و تلا تلف خواهند نمود و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی که زیر تمامی آزمان هاست به قوم مقدسان حضرت اعلا داده خواهد شد این سلطنت ایسای مسیح پادشاهی ایسای مسیح و جمعی ممالک او را عبادت و اطاعت خواهند نمود ایسای مسیح میاد ششمین پادشاهی که بر تمامی دنیا سلطنت کنه پس عزیزان میبینید در رویای خودش دانیال 6 تا پادشاهی دید چهار تا پادشاهی اول پادشاهی انسانی بود اولینش دیدیم بابلیان بود وحش اول که شیر بود که بالهای عقاب داشت بابلیان بود و وحش دوم که دیدیم که خرس بود که مادها و ها بود که ایرانیا بودن که حکومت کردند و وحش سوم پلنگ بود با چهار تا بال مرغ و چهار سر داشت که مملکت یونانیان به رهبری اسکندر بود و چهارمینش که حیوان هولناک و مهیب بود پادشاهی روم بود امپراتوری روم بود که اومدن سلطنت کردند و پنجمین پادشاهی پادشاهی شیطان بود به رهبری دجال دجال میاد در هفت سال مصیبت سلطنت کنه بر کل دنیا و بعد از آن ببینیم که عیسی مسیح پسر انسان رو دیدم که از بر ابرها میاد عیسی مسیح گفت پسر انسان را خواهید دید که بر ابرهای آسمان خواهد آمد که همین در دانیال هم ببینیم دانیال 530 سال قبل از مسیح اینو پیشگویی کرد و عیسی مسیح که اومد دجال رو زنده زنده در داخل دریاچه آتش خواهد افکند تا نابود بشه تا ابد تنبیه و مجازات بشه اینو در مکاشفه هم میخونیم که خداوند که میاد عیسی مسیح دجال رو تنبیه خواهد کرد و در نوزده باب نوزده مکاشفه آیه نوزده میخونیم میگه و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهای ایشان را که جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشکر او جنگ کنند اسب سوار یا لشکر او یعنی عیسی مسیح که با لشکر خودش یعنی با مقدسی با مسیحیان از آسمان بازگشت میکنه بر زمین میگه یوحنا میگه وحش شد دیدم یعنی همون دجال و پادشاهان زمین رو دیدم دیدم که جمع شده بودن که با عیسی مسیح و با مسیحیان جنگ کنند و وحش گرفتار شد یعنی اون دجال گرفتار شد و نبی کاذب باوی که پیش او, پیش ظاهر میکرد تا به آنها آنانی را که نشان وحش را دارن و صورت او را می گمراه کند این هر دو یعنی دجال و نبی کاذب زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند و باقیان به شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون می آمد، کشته شدند و تمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند عیزا می بینیم که ایسای مسیح میاد که تمامی سلطنت زمین زمینی پادشاهی زمینی را از بین ببره و سلطنت خودش رو برقرار خواهد کرد و کتاب مقدس میگه سلطنت عیسی مسیح همراه با صلح و صفا همراه با آرامش خواهد بود عدل و انصاف خواهد بود ظالمی نخواهد بود که بخواد به کسی ظلم کنه با اصای آهنین عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد اگه کسی ظلم کنه عیسی مسیح همون لحظه مجازات خواهد کرد پس این رویایی که میبینیم خداوند سالهای سال قبل از به وجود آمدن این پادشاهان زمینی قبل از اینکه حتی کوروش بیاد پادشاهی کنه قبل از اینکه اسکندر بیاد پادشاهی کنه قبل از اینکه رومیان بیان پادشاهی کنند خداوند اینو پیشگویی کرد در کتاب مقدس این نشون میده که خداوند از همه چیز آگاهه خداوند میدونه که چه کسی پادشاه خواهد بود و چه کسی سقوط خواهد کرد پس میتونیم به خداوند اعتماد کنیم و به کلامش اعتماد کنیم دانیال موقعی که در اسارت بود در بابل بود این رویا رو دید و نوشت و حساب کنی شما اسیر باشید در کشور خارج ولی خداوند به شما یه وعده ای بده وعده ای بده که بعد از بابل یه شخص دیگه میاد ایران یعنی کوروش میاد که شکست بده بابل یعنی شما خیالتون راحت خواهد شد که شما در بابل نخواهید بود بلکه یه شخصی میاد به نجات شما که بابل را شکست خواهد داد و شما آزاد بشید دقیقا این کاری بود که کوروش کرد و یهودیان را از دست بابلیان آزاد کرد نجاتشون داد و دانیال آزاد شد از اسارت آزاد شد موقعی که اسیر بود و این رویا رو دید خیالش راحت شد و فهمید که خداوند مستجاب کرده دعاشو و میخواد که ایرانیان رو بفرسته که بابلیان رو شکست بده و این یهودیا بتونن آزاد بشن پس عزیزان بیایید به خداوند اعتماد کنیم که قبل از اینکه اتفاقی بیفته توی دنیا خداوند میدونه خداوند در کلامش به ما آینده دنیا رو گفته که چه اتفاقی خواهد افتاد ما منتظر ربایش هستیم در اتفاق بعدی که خواهد افتاد ما ایماندارا از زمین ربوده خواهیم شد ما منتظر دجال نیستیم ما منتظر ظهور وحش و دجال نیستیم بلکه منتظر ظهور عیسی مسیح هستیم که در ابرها بیاد ما رو بخونه تا بریم رو ابر عیسی مسیح ملاقات کنیم و بریم توی بهشت هفت سال توی بهشت باشیم و بعد از هفت سال برگردیم در این زمین که هزار سال با عیسی مسیح سلطنت کنیم و بعد از اون هم خداوند نقشه ابدی داره برای همه ما بیاید دعا کنیم و خاتمه بدیم پدر آسمانی تو رو شکر میکنیم برای رویای دانیال که خداوند تو قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته توی دنیا تو پیشگویی کردی سالیان سال صدها سال و هزاران سال خداوند قبلش تو پیشگویی کردی کمک کن خداوند بتونیم به تو اعتماد کنیم و به کلامت اعتماد کنیم و با ایمان زندگی کنیم خداوند کمک کن موقعی که حوادث بد توی زندگیمون به وجود میاد مثل دانیال نبی که توی اسارت در کشور بابل بود ولی خداوند تو بهش تسلی دادی با رویا با وعده‌ای که بهش دادی خداوند موقعی که حوادث ناگوار میاد توی زندگیمون کمک کن تا بتونیم آرامش تو رو داشته باشیم تو چون خداوند تو به ما وعده دادی که ما رو از این دنیا برو بایی و ما رو نجات بدی پس خداوند کمک کن که بتونیم آرامش داشته باشیم و به تو توکل کنیم در نام عیسی مسیح Oh, I mean.